سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده انتخابات 98، من لطیف محمود. شورای ملی افغانستان عالی‌ترین مظهر اراده مردم است که از قاطبه ملت افغانستان نمایندگی می‌کنند. اگر دموکراسی را از منظر شورا ببینیم یا شورا را از منظر دموکراسی ببینیم، دموکراسی به دو نوع تمثیل میشه. از یک منظر به شکل مستقیم که مردم پای صندوق رای میره و رئیس جمهور کشور را به عنوان زعیم ملی برمیگزینه، و شیوه دیگر یا راهکار دیگر این است که مردم نمایندگان خود را برمیگزینه تا نمایندگان مردم در خانه ملت، یعنی شورای ملی افغانستان، به نمایندگی از مردم در تمثیل اراده مردم نقش تعیین کننده خود را داشته باشه، که این راهکار تمثیل غیر مستقیم دموکراسی است. پارلمان افغانستان یا 16مین دور پارلمان افغانستان 3 سال خلاف دوره تقنینی کار کرد و 3 سال تمام مصوباتش خلاف صراحت ماده 83 قانون اساسی افغانستان بود. اما بعد از او ما شاهد انتخابات بودیم که این انتخابات هم نواقص خود را داشت، و این انتخابات از طرف شمار از علاقات سیاسی انتخابات مفتضی و مضحک خوانده شد. علی‌رغم این چالش‌های انتخاباتی، تلاش‌های از طرف هر دو کمیسیون جریان دارد تا پروسه بررسی، تفتیش و بازشماری آرا را بار دیگر آغاز بکنن، پروسه اعتباردهی به آرا را بار دیگر آغاز بکنه. هرچند این گام ها برداشته شده، اما تا کنون شک و تردیدهای در این فرایند وجود داره. انتظار مردم افغانستان این است تا این رکن مهم دولت را از بحران مشروعیت برون بکنن، و چون دو کارویژه اساسی این رکن مهم دولت افغانستان داره، کارویژه اول قانونگذاری و کارویژه دوم هم نظارت از چگونگی عمل کرده حکومت. در برنامه امشب عمدتاً سوالات ما روی حوزه کابل متمرکز خواهد بود، چون پروسه بررسی، تفتیش و بازشماری کابل از طرف کمیسیون مشترک که اعضای هر دو کمیسیون بود ملغا اعلام شد، و بحث های دیگری هم در این مورد است که در ادامه با شما خواهیم داشت. اینک وقفه. مهمانان امشب ما: مولانا عبدالله، عضو کمیسیون انتخابات یا کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، داوود ناجی، نامزد معترض از حوزه کابل، یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه. نخستین پرسش با شما آقای مولانا مطرح میکنم. حوزه کابل یکی از حوزات مهم در انتخابات پارلمانی پنداشته میشه. در این حوزه سر و صداها کمتر از دیگر حوزه ها نیست و بیشتر است. اخیراً کمیسیون مشترک شکل گرفت و این کمیسیون آرای کابل را بررسی، تفتیش و بازشماری کرد و آرای این حوزه مهم را ملغا اعلام کرد. بر مبنای چه دریافتاه این حوزه ملغا اعلام شد؟ یکی از نگرانی های جدی کاندیدای معترضین است، و چه کسانی در بازرسی و در شمارش آرا مرتکب تخطی های انتخاباتی شده که مشخص نمیشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم و مهمان های عزیز. تشکر. کمیسیون مشترک نبوده، چون قانون در قسمت رسیدگی شکایات بسیار واضح هست که صلاحیت را به کمیسیون شکایات انتخاباتی داده. اما این تصمیم یک تصمیم تازه و بکر است که قبلا چنین روش و روال وجود نداشته که نتایج ابتدایی مراحل بروه و بازرسی شوه، تفتیش شوه، اعتباردهی مجدد شوه و این مراحل دیگه که طبق طرز عمل و لوایحی که در هر دو کمیسیون وجود داره، تمام از اینا نادیده گرفته شوه و ملغا شوه. چنین چیز بار اول است، و این کار کمیسیون شکایات انتخاباتی است، کمیسیون مرکزی شکایات، که تصمیم خود 3 روز پیش به کمیسیون انتخابات اینا ابلاغ کردند، و در پهلوی ازی که تصمیم روان کردند، تقاضایشان ای بود که به ریزلشیتا یا مو جداول آرای اولیه که در روز انتخابات مدار اعتبار بوده به او رجعت داده شود، و از اونا هم تنها امو ریزلشیتایی که مدار اعتبار است استفاده شود. خب ما وقتی که دیدیم چنین چیز تازه، مجبور شدیم به اسناد مراجعه بکنیم که چقدر درست است چقدر نیست. خب یک تفاهم نامه بین هر دو کمیسیون قبلا امضا شده بوده در بین اسناد تقنینی
زیر مجموعه قانون انتخابات وجود داشت و او میگه که هرگاه کمیسیون شکایات انتخاباتی نیاز به مواد حساس می داشته باشه، کمیسیون انتخابات در اختیار از اینا قرار میده. بله. طبق اینمی تفاهم نامه کمیسیون مستقل انتخابات آماده شد که همکاری بکنه با کمیسیون شکایات، مواد اساس قرار بده تا بله. زمینه را بر فیصله فراهم کنه، زمینه بر تصمیم نهایی فراهم بله. شوه. بعد روز پریروز و دیروز اینا شمارش کردن اما مواد اساسی که کمیسیون انتخابات در اختیار داشت در اختیار کمیشنرهای کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار داد و صرف کمیشنرها، البته پنج کمیشنر بالای از این تدقیق کردن، مرور کردن و او اسنادی که تقریبا با اعتبار بود، غیر قلم خوردگی و همو اوصافی که در طرز عمل ابطال است در اونها موجود نبود، اینا را صحه گذاشته یک طرف ساختن. البته امروز سایر مواد چی شد؟ خب تنها ریزل شیت است، همین در خریطه های محافظتی ریزل شیت ها است. ریزل شیت های روز اول انتخابات که ما شما مورد نتایج اولیه برش بله. میگیم اینا تنها با همین مرور میکنن، دیگر اسنادی که هست بعدا من میایم دو قسمت که چی است. بعدش از کمیسیون انتخابات فقط من حیث میزبان و تقریبا ناظر، اصلا ما حق نظارت هم دیگه نداریم، ما باید بر از اونا مواد بتیم، اونا میفهمند کارشان که چی میکنن. اما با پاس از اینکه داخل کمیسیون مستقل انتخابات چنین گپای انجام میشه، ما هم چون نوستیم به خاطر علم‌آوری خود ما یک یا دو کمیشنر به نمایندگی از دیگرها فقط در پهلوی از جا میشینه و میبینه چی جریان داره. چون در فیصله‌نامه شما هر دو کمیسیون ذکر بود، اون ذکر به می است که کمک بکنه، ما کمک خود توسط پرسنل دارالانشا میکنیم. البته در حضور ناظرین نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات که امروز فضل خدا تعدادشان زیاد بود، دیروز یکی دو نفر تشریف داشتن و تا امروز که من پیش شما هستم به استثناء حوزه 13 تا ناحیه 14 هم را، البته ناحیه 13 را به خاطر از اینکه همو حجمش زیادتر بود دور ماندن برای فردا، که امروزه از ساعت 8 صبح تا 8 شب کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات هر دو کار میکنن و همی اسناد را سرر از ناسره جدا میکنن. حالا پس قدم بعدی چیست؟ وقتی که بررسی و تفتیش و بازشماری ملغا میشه قدم بعدی چیست؟ چون در فیصله از یا قدم بعدی ذکر شده، قدم بعدی ای است که بونمو ریزل شیت های با اعتبار روز اول اعتبار داده شده. یک چیز دیگه میشه من خدمت شما و بیننده ها باید بگویم که کاندیدای معترض فضل خدا تعدادشان زیاد است، 800 نفر کم و بیش میرسه. او ای است که یک تعداد ریزل شیت ها هم لادرک است که در بین اسناد یک تعداد از ما نگران بودیم، شاید به صدها باشه، اما یک تعداد از بین سایر صندوق ها، از بین سایر نواحی و مراکز پیدا شد، اما بان هم یک تعدادی که مفقود است باز در او صورت چون کابل دفترش در کابل است به صندوق و به برگه های آرا باید مراجعه شود. بیننده عزیز، ما تلاش کردیم به منظور توازن بس و اطلاع رسانی بهتر به شما تا از کمیسیون شکایت انتخاباتی هم کمیشنر را داشته باشیم و این مکلفیت قانونی تمام نهادها است بر مبنای ماده 50 قانون اساسی افغانستان که اطلاع رسانی بکنه و روشنگری بکنه از کارهای خود. اما هیچ یک از کمیشنران کمیسیون و یا سخنگوی این کمیسیون حاضر نشد تا به سوالات که اینجا نزد من میمانه و مسئولیت اون راست که پاسخ بده پاسخ را بکنن. بنان اون بحثایی که مربوط به کمیسیون شکایات است و کمیسیون زیصلاح در تصمیم نهایی هم کمیسیون شکایات است باقی میمانه. آقای ناجی، شما که کاندیدای معترض از حوزه کابل هستین، با شعار علی تبعیض هم وارد انتخابات شدین، توضیحات را که آقای عبدالله ارائه کرد چقدر مورد قبول شماست؟ آیا ملغای تمام بررسی ها، تفتیش و بازشماری میتونه رای حل برای رسیدگی مجدد باشه و میتونه عدالت انتخاباتی را در حوزه کابل تامین بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شما بینندگان عزیز، جناب آقای عبدالله و همچنین دوست بزرگوارم آقای رشید. خوش، همه می دانیم که انتخابات در سراسر افغانستان بخصوص در کابل به وضعیت رفت که همه چیز خراب کرد، از جمله اعتبار کمیسیون انتخابات را زیر سوال برد و در واقع امو اعتمادی که مردم نسبت به یک پروسه کلان و مهم ملی به نام انتخابات داشتن زیر سوال رفته بود، که خب کمیسیون تغییر کرد و بعد وقتی کمیسیون تغییر کرد، ای کاش، من حالا تبصره زیاد نمی کنم، کاش که در حوزه های دیگه هم که شکایت وجود داشت دقت و بررسی بیشتری می شد که رضایت و عدالت تامین می شد.
ولی داشتیم به این طرف میرفتیم که کم کم همه مجبور شون برن از کمیشنرای برکنار شده معذرت بخواین، به خاطر از اینکه وقتی تمام نتایج کار از اونها صحیح می بود دیگه دلیلی برای برکناری و معرفی از اونها به سارنوالی وجود نمی داشت. یک بحث قضیه در کابل مشخصا و پیش از اینکه گپ بگویم یک نکته دیگر از بفرمایید، هر انتخاباتی در افغانستان ادعاهای تقلب درش مطرح بوده اما همینطور تیر شده رفته و در نتیجه تقلب به عنوان یک رسم در انتخابات افغانستان یا رویه انتخاباتی داشت نهادی نمی شد. این بار با برکنار شدن کمیسیون انتخابات و با در واقع تصمیمات و بررسی هایی که حالا گرفته میشه، حداقل ما امیدوار به این هستیم که اعتبار کمیسیون انتخابات به عنوان یک نهاد انتخاباتی برگرده و مردم اعتماد خود به انتخابات از دست نده. این بار حداقل کاندیداهای شاکی از اعلام فهرست نهایی که یک شمه بودم و تیممون کار کردیم، بقیه کار کردن، مثلا تیم آقای اندیشمند چیز در حدود هزاران صفحه شاید در اختیار نهادهای انتخاباتی هم قرار گرفته باشه، با دقت ما به اصطلاح موی را از ماست کشیدیم. بله، چقدر با تصمیم کمیسیون شکایات شما موافق هستین؟ پیش از او اینه باید جواب بدیم که در کابل چه کار شده بود، اتفاقی که افتاده بودیم. اگر ما بخوایم در یک مثال کوتاهی را توضیح بدیم، شبیه یک دزدیه بود که در او نگهبانهای مثلا یک بانک سرقت میشه که در او نگهبانهای همون بانک هم همکار سارقا میشه. اینطور یک سرقت صورت گرفت. پس یک سرقت سازمان یافته. سازمان یافته که در اون تا مدیر. بله، که در او کمیشنر دست داشت چون او اجازه را داده بود. در او دارالانشا دست داشت چون خیلی از کارها بدون مدیریت دارالانشا نمیشد. و مهمتر از همه، مهمتر از همه، در او دیتا سنتر دست داشت. چون مثلا بارکد تغییر کرده، بارکد کمیشنر نمیتونه تغییر بده، اصلا نمیفهمه چیست، اما صدها بارکد تغییر کرده در ریزلت شیت. بله، مثلا ریزلت شیت بدون در واقع مشخصات 632 تاست که شما رو ضرب 8 صفحه بکنید، بله، میشه 3600 چند صفحه. حالا ما میخوایم کوتاه شما داشته باشیم، در ادامه برمیگردیم که تصمیمی را که کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر ملغای تمام بررسی ها، تفتیش و بازشماری اتخاذ کرد، با این تصمیم موافق هستین شما؟ بله موافق هستم، راه دیگه وجود نداشت. از جمله اجازه بدید اینو بگویم که اتفاقا در 50% بررسی یا بازشماری که در زیر انگرها شد، بیشترین میزان پول آقای رشید اینجا هستن، بیشترین میزان پول در همینجا رد و بدل شد. یک رای به $100 در زیر انگرها در زمان بازشماری رسید و اتفاقا کل خرابی کابل مخصوصاً از بازشماری بود، بنابراین باید لغو میشد. اما همونطور که آقای عبدالله موارد را اشاره کردن و خوشبختانه توضیح دادن، هنوز نگرانی هایی برای این که چطور این بررسی مثل بررسی قبلی به اعتبار نشه، ما هنوز نگرانی های خود داریم که باز مطرح میتونیم. تشکر. شما که نهاد ناظر هستین، حالا این مراحل صورت گرفت، بایستی رجعت شود به ریزلتش های روز اول. با توسل به چی کارشیوه های ما میتونیم وارد بازشماری شویم و تایید آرا شویم تا بار دیگر دچار افتضاح و اون فساده که زیر انگرها میگه تا $100 یک رای فروخته شد دچار این مسئله نشیم؟ تشکر جناب محمود صاحب، سلام به شما، زنده باشید، بر دو بزرگوار در بحث و همچنان بینندگان محترم تلویزیون. خب دقیقا تشویش و دغدغه ما بعد از اینکه ما به مراحل بعد از روز انتخابات نظارت کردیم، پیدا کردیم که متاسفانه فساد آنقدر در روز انتخابات چاق و فربه نبود که بعد از او در مراحل تفتیش و بازشماری و بررسی ها زیادتر شد. ما یک بار بس با شما گفته بودم که کمیسیون مسابقات انتخابات بیشتر شباهت به مندوی کابل داره که در اونجا بای بقال و قسم مشتری و خریدار و چانزنی. شما از این مندوی نظارت کردین؟ بله، از مندوی نظارت کردیم و روزمره بر شما از طریق رسانه شما برای مردم معلومات میدیم که چی جریان داره. خود کاندید صاحبا هم به دفتر ما می آمدن و از تمام مسائلی که مربوط به فساد میشه شکایت میکردن. خب حالا بررسی ها مانند روی کرد های مندوی است؟ خب هنوز تازه کار شروع کردن. ما کمیسیون شکایت انتخاباتی خب چند پیش
مشوره را برانداخته بود که در اونجا ما انتقاد کردیم که شیوه بسیار مسلکی نیست که بیایم با طرف های قضیه که معترض بودن و برنده بودن در نسبت مشوره بکنیم که چی را انجام بکنیم. اول میخوایم کوتاه شما با ملغای این تفتیش و بررسی و بازشماری کمیسیون شکایت صورت گرفت شما موافق هستین با این بحث؟ دقیقاً به خاطر اینکه گفتن که فساد وجود داشت. خب راهکار دیگه چی؟ چطور میتونیم ما گام های شفاف برداریم؟ خب حالا کمیسیون شکایت انتخاباتی وقتی که متواصل میشه با امو ریزلت‌شیت ها یا فرم نتایج روز انتخابات دقیقاً که اصل و مبدأ کار از اونجا شروع میشه اما او کافی بوده نمیتونه به خاطر اینکه ما اگر صرفا با مو اکتفا بکنیم و به اساس زو بریم به طرف نتیجه نهایی اینجا حقی که کاندید داشت که شکایت کرده بود خود چون یک چیز رو دیده بود از زو چشم پوشی کرده نمیتونه و در روز انتخابات هم یک جای فساد شده بود یک جای تقلب شده بود یک جای تخلف و جرم انتخاباتی رخ داده بود زور بود غصب آرای مردم بود مشکلات دیگه بودن که او را به کسی رفت شکایت کرد. اینال نمیشه که ما از شکایت از چشم‌پوشی بکنیم و آنچه که در اونجا رخ داده فقط ارومو را سرشکفا بکنیم. یک بس و دومی که ما جدا از زو باید پیدا بکنیم. مثلا یک چیزی که بسیار مهم بود اینجا فهرست رایندگان بود که چقدر او مراد شده در مثال. مثلا گفته بودن که به اساس بایومتریک آرا استعمال شد و مورد تایید قرار بگیره چقدر او مسائل در اینجا دخیل است یعنی ما یک کم موضوعات همه جانبه و دقیق باید بگیریم تشکر آقای عبدالله شما که کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات هستین هرچند بحث رسیدگی به شکایت انتخاباتی به اساس صراحت قانون مربوط به کمیسیون شکایت میشه ولی متاسفانه از کمیسیون شکایت کس نامده چون شما در حوزه حقوق هم کارهایی دارین میخوایم این سوال با شما راجع بسازم که اگر جرایم انتخاباتی در پروسه بررسی تفتیش و بازشماری صورت گرفته اگر تقلب صورت گرفته اگر جرایم سازمان یافته از اون محافظ دانه دروازه تا مدیر که آقای ناجی اشاره میکنه صورت گرفته این افراد کجاست وقتی که تقلب مشخص میشه عاملینش در کجاست این باید مشخص شه و به نهادهای عدلی قضایی معرفی شه دقیق ما با شما هم نواستم البته نه که ما کمیشنر هستم چند روز پس شاید یا ما هم بستر نوشت از اون مردم دو چار شام یا به قول بعضی دوستا که مانع رفتن ما بودند که شما یک بار مصرف هست هر چی که هست اما برای ما یک جهاد است یک مبارزه است حداقل ما بتانیم که یک بخشی از اعتبار مردم را که به سرنوشت مردم تاثیر داره که او رأیش است دوباره یاده بکنیم حتی المقدور در حد توان ما کوشش میکنیم بدون شک تقلب را زوات فرازمینی و غیرمرئی نکرده آدم انسانهایی بوده مثل ما در داخل مرحله ما یک مثال بشه اونا کجا هستن حالا؟ بدون شک هستن یک تعداد به سارانوالی معرفی شده و یک تعداد دیگه باید شوه که هنوز نشده ما چند مثال کوچک به شما میگم اویی است که در یکی از حوزه های انتخاباتی چند مرکز انتخابات نشده رئیس کمیسیون انتخاباتی امو ولایت یا امو مرکز آمده به کمیسیون شکایات جواب کتبی نوشته کرده که اینمی مراکز در روز انتخابات مسدود بود اما رای در اون مراکز پروسس شده تا نتیجه ابتدایی بعد کمیسیون شکایات او را باطل کرده حال سوال ما همی است که ما تقاضای از همی همکارای ما همی است که باید این کار ما بکنیم این در کدام نقطه بوده؟ میتونی... یکی از اوضاع ما نمیتونم نام بگیریم به دلیل از اینکه اکثریت اوضاع مشکل داشته یکی از اوضاع انتخابات یکی از ولایات اینال شما ببینی از ولایت خود انتخابات نشده اما چطور صندوق پر شد چطور ریزلشید جور شد چطور آمد شامل بچ پروسس شد چطور آمد در دیتا داخل شد با مزرد بالاخره یا این قضیه شامل نتایج ابتدایی میشه و میره به بررسی به کمیسیون شکایات این مراحل طولانی کار یک روز دو روز هم نیست و کار یک نفر دو نفر هم نیست و در این چندین نفر باید دخیل باشه این افراد به هر شکل باید به کمیسیون شکایات انتخاباتی ما معرفی بکنیم و کمیسیون شکایات انتخاباتی خودش باید اینا را به سارانوالی معرفی میکرد طبق قانون اگر نکنم ما من حیث موظف خدمات عامه باید این قضیه را به سارانوالی روان بکنیم یک چیز دیگه هم که مردم میشنوه اویی است که یک تعداد نهادها در مجموع دولت ترس دارن از وارد شدن پای سارانوالی در داخل نهادشان من شخصا این ترس ندارم به دلیل چی سارانوال خصم شریف است سره را از ناسره جدا بله. میکنه دلایل الزام و برائت را علی سنجش میکنه یعنی کار ما نیست تفتیش بعدی از این بله. دینمی سنده که اینا روان کردن باید دلایل الغا
یا دلایل ملغا ساختن اینا ذکر میکردن به کدام دلایل و کسایی که همی کار را کرده بودن همی پروسه طولانی را حداقل 2500 حد اکثر 3370 محل را بالای سرنوشتش کار کرده بودن بررسی کرده بودن تفتیش کرده بودن بازشماری کرده بودن و از هر دو کمیسیون کمیسیون شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات این مردم چه سرنوشت آقای مولانا من به عنوان یک کاندیدا فرض بفرمایید وقت ما دلیل نداشته باشه بله عدیله اثبات وجود نداشته باشه فاعل جرم وجود نداشته در حالی که اینا همه با آسمان نرفت این تقلب سازمانی یافته وقت از یک حوزه که شما به شمال شمال شرق افغانستان میگین تا کابل می تا کمیسیون شکایت در پشت پرده دستای است وقت جرایم انتخاباتی را کسی مرتکب شده اینا با آسمان نرفتن در کمیسیون شما میگین است دلایل وجود داره اسناد مادی و معنوی وجود داره چرا این اسناد مادی و معنوی را کمیسیون شکایت انتخاباتی در اختیار کاندید قرار نمیده آقای ناجی چطور قبول بکنه که رایش شاس یا سفید است؟ یک دلیلی که بسیار سند ندارم از این میخواییم تو شاید این بوده باشه که چون تأخیر در اعلان نتایج شد اینا در آغاز کوشش بکنند که می نتایج را سیاه سفید جدا بکنند اعلان بکنند بعد از او حتما باید تصمیم بگیرند یعنی دید ما همیست که شاید به خاطر سرعت اعلان نتایج در آغاز این کار را کرده باشند و ما هم پرسانم کردیم بازم از اینا میپرسم که چرا چنین کار تأخیر شده معرفی کسایی که در این قضیه دخیل آقای ناجی شما که حالا معترض هستین بر این که رای تان معامله شده وزیر انگرهای انتخابات برای یک رای $100 تبادله شده شما میگین شما به کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه کردین که جرایم انتخاباتی رو کسان کردن کجاست دلایل موجه که دال بر ملغای بازشماری و تفتیش و بررسی باشه برای ما ارائه بکنه در غیر از اون ما قبول نداریم فیصله شما این حق را دارین به این فیصله معترض نیستم وقتی که به فیصله لیست ابتدایی ما معترض بودیم و ما یک از کاندیدایی بودم که 162 مورد مستند شکایت کردم درست است و ما 15 نو تقلب را در کل این ربطی به من نداره در کل ما دستبندی کردیم که 15 نو تقلب شده مثلا ریزلت شیت ساخته شده یک نو تقلب از ریزلت شیت مثلا دیده که همین آدم در بازشماری اصلا رای نداشته گرفتن برای از او بازشماری روز اول استفاده کردن برای کاندید خاص برای دیگرا بازشماری استفاده کرده برای از او روز اول استفاده کرد از امضای از جعل امضای کمیشنر امضای ناظران احزاب سیاسی را جعل کردن بگیر تا همه ولی چیزی که ما را در واقع به وحشت انداخت این بود که این تقلب چنان سازمان یافته بود که دیتا سنتر که امیال مسئولش فکر میکنم در سارنوالی حاضری داره ولی در واقع چی نشده من فکر میکنم رئیس دارالانشای سابقه و مسئول دیتا سنتر عملیه تقلب رو اینها انجام دادن چون هم تو پیشتر گفتیم شما امیال هم از آقای عبدالله که کمیشنر است بپرسین مثلا بارکود چی است و چی رقم تغییر داده میشه امیال هم نمیفهمن مثلا تکنیکال تمام او قضایی را تغییرش بدیم و ما در حد معمول امی تکنیک ها را و فرم شما 15 نو داریم ما 17 نو تنها نو تقلبه در کابل تثبیت کردیم وقتی یک ریزلت شیده در چی میرسانین سیستم بارو رو قبول نمیکنه و اما اینا برای اینکه سیستم فریب بتن گرفتن بارکود آخری رو تغییر دادن مثلا امضا را جعل کردن ده ها نو تقلب و این کسی میکنه که مسئول دیتا سنتر است مسئول دیتا سنتر نمیتونه این کار رو بکنه تا که او رضایت کمیشنر نداشته باشد یک کمیشنر هم نیست بله یک کمیشنر و دوم کسانی که در زیر انگر به اصطلاح رای ساخته بودن همین بچه هایی که استخدام شده بچه ها و دخترهایی که برای چند روز استخدام شده بودن اینا بعد از ختم کارشان در همه جا در محافل و مهمانی و ایسوسو جار زدن که بدادن ما مثلا 70,000 کار کردیم 60,000 کار کردیم 100,000 کار کردیم پس بیتر این تجارت بوده انتقال ما مشروع در همین حدود یک هفته پیش حدود 60 نامزد معترض ما علیه آقای زمانزی مسئول دارالانشای او زمان و همراه و علیه آقای ابراهیم سادات مسئول دیتا سنتر اون زمان و یک سری کارمندای تکنیکی از اینا رسما به سارنوالی با 60 امضا شکایت کردیم وکیلم میگیریم پیگیری هم میکنیم به خاطر که اینا ها بیشترین تقلب را اینا کرده بودن تشکر. حالا همونطور که آقای عبدالله هم گفت و جناب رشید صاحب هم گفت این بار هم چون این بار امی کابل هنی حدودا 6 ماه این 6 ماه
از یک طرف تأخیر شد، از یک طرف بر ما فرصت شد که ما تمام زوایا رو بگردیم، یعنی مطالعه کنیم که در کجا چی کار شده. حال ایره آقای عبدالله گفت 17 رشید، آقای رشید هم میفهمم، من همه کاندیدا میفهمم شقلب شده. بنابراین راه برای باز کردن و پاک کردن آرا است که تمامی زوایا بررسی شود. مثلا ما بر شما یک امین دوباره یک وقفه کوتاه با پوزیس برمیگردیم. اینک میان برنامه زود برمیگردیم. آقای عبدالله، برای تصمیم نهایی کمیسیون شکایت انتخابات در صورتی که نیاز باشه کمیسیون مستقل انتخابات یک سری مواد اساس و شایر دلایل را در اختیارشان قرار میده. گفتم میشه شما هم این مواد را در اختیارشان قرار دادین، چیزی که در گذشته ادعا میشد که کمیسیون مستقل انتخابات در اختیار ما مواد اساس و سایر اسناد قرار نمیده تا ما در حقیقت با صراحت و با شفافیت تصمیم بگیریم. حالا کمیسیون شکایت انتخاباتی آنچه از شما مطالبه میکنه چیز مشکل نیست؟ ما در این قسمت خدمتتون بگویم که مکان مشخص اونا تقاضا کردن، جای مشخصی که به استثنای اینمی کمیشنرهای کمیسیون شکایت انتخاباتی و دو یا سه مامور ما که یکیش همی خریطه های محافظتی را پاره میکنه در اختیارشان اسناد قرار میده، بعد از دور زدن از اونا یکی دیگهش پسیر بسته میکنه و یک کلان از یا کموجا میباشه در اختیارشان قرار دادیم. کامرهای امنیتی یا محافظتی اوجه هست، ناظرین نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات امروز خوبتر تشریف داشتن، دیروز یکی دو نفرش حضور داشت و یکی دو کمیشنر کمیسیون انتخابات هم همواره در کنار از اینا می باشه، اما تصمیم از کمیسیون شکایت انتخاباتی است. چیز دیگه ای که است، به نوبت هر ناحیه از ناحیه اول شروع تا به ناحیه 14 هم به استثنای ناحیه 13 که به فردا مانده، ما دلایل چسر جزئیات پرسان نکردم، 14 ناحیه تا یک ساعت پیشتر از اینکه من طرف شما آمدم رسیدگی شد، ریزلشتا در اختیارشان است. اگر کدام ناحیه که هم فهرست است، کدام مرکز یا محل که ریزلشید نداشته باشه، چون کابل، دفتر کابل در کمیسیون انتخابات است، میشه که در ختم رسیدگی یا در ختم بررسی اینا مستقیما به برگه های رای مراجعه بکنند. این که چقدر صندوق ها دست خورده یا نخورده، او هم آدم حکم کرده نمیتونه، مگر یک چیزی هست، یک تهداب هست که حداقل یک کمیشنر جدید وجدانن و ایمانن به حکم وظیفه و قانون میره و به اون مراجعه میکنه و آرا را شمارش میکنه، سره را از ناسره جدا میکنه. دو بحث است، یک که من کمیشنر هستم و دوی که یک شهروند هستم و در همیجه یک سلسله علایق دارم و دیگه. من خودم حداقل رضایتم از این روندی که دو سه روز شده برآورده شده، به سبب از اینکه میبینیم چی جریان داشته و این تفاوتایی که به اصطلاح بین بازشماری و بین اصل ریزلشید بوده، وقتی که نتیجه نهایی شوه و کمیسیون شکایات مهر نهایی خود بالا از این بگذاره و ما این را تطبیق بکنیم، در اون زمان است که تفاوت سیستم تفاوت‌ها را بیرون می‌سازه، مردم قضاوت خود او وقت باید بکنه. به نظر من امروز که سه روز از رسیدگی از اینا میشه، شاید که اینما را پیش نگیرم که چرا سه روز گفتی، شاید تا سه الا چهار روز دیگه اگر به سرعت روز 12 ساعت کار بکنند که کار طاقت فرسا است، از 8 صبح تا 8 شب بلا وقفه 5 نفر کمیشنر و یا 6 7 نفر کمیشنر که 5 از کمیسیون شکایات و 2 از کمیسیون انتخابات دوامدار کار کردن، این هم انرژی و طاقت کار داره. بعد از 3 4 روز شاید همین رسیدگی از یا خاتمه پیدا بکنه و شاید یکی دو روز تطبیق قضیه هم وقت بگیره. این دو قضیه بعد از اینکه نتیجه اعلام میشه، تفاوت ها با نتایج ابتدایی بسیار به شکل صریحش معلوم میشه، بعد از اون مردم میتونه قضاوت کنه. تشکر آقای رشید. چطور میشه ما یک اتاق نظارت را ایجاد بکنیم به خاطر رسیدگی مجدد به تمام ریزلت شیت هایی که به اون مراجعه میشه؟ اتاق نظارت از احزاب باشه، از نهادهای ناظر باشه، جامعه مدنی باشه، بخصوص شما که نفس عملکردتان نظارت بر انتخابات شکل میده، چطور میشه این کار کرد؟ دقیقاً محمود صاحب، امی تشویش و نگرانی عمده ما امی است که خب در کابل بیاین 5 کمیشنر 6 تن با 2 کمیشنر کمیسیون انتخاباتی به موضوعات از اینکه بیشتر زیر فشار هستن و جمع معترضین با اسناد قوی وارد صحنه شدن، مرکز است و این طرف پارلمان کارش آغاز شد و بالاخره اینها زیر فشار هستن که باید کار درست انجام بدن. اما متاسفانه بعضی ناظرین شما هم حضور دارن در پارلمان. بله، ناظرین ما هستن، اما در پهلوی زو چیزی که برای ما بسیار مهم است، اعلام نتایج حداقل ولایت کندوز بود، در آخر بغلان بود، کندوز بغلان حوزه کوچه ها بود، میدان وردک.
در اینجا اگر شما به حساب از لحاظ پرنسی مطالعه بکنید، کاری که در قسمت کابل انجام داده میشه 100% در مغایرت با این 4 ولایت صورت گرفته. چرا؟ چرا که در قندوز خب مشکلات جدی بود، در بغلان هم قسم میدان وردک اوزی کوچه ها اینها تفتیش و بازرسی و یک عالم کارای مثل کابل داره اونجا صورت گرفت، ولی در یک روز رسید. اما چیزی که واقع شد خلاف تمام این کاری که بعد از تفتیش و بررسی ها صورت گرفته، مثلا یعنی برخورد دوگانه بوده، میدان وردک فقط نتایج ابتداییش آنچه که بوده تایید شده، حوزه کوچه ها به می شکل و باز گپ مشکل گپ در کجاست؟ مشکل گپ این است که امروز که کمیسیون شکایت 6-1 فیصله کرده، پارچه بلاغش پیش ما هست، هم از میدان وردک هم از حوزه کوچه هم ولایت کندوز و بغلانشان چی صورت گرفته و بعدا گزارش که به کمیسیون انتخابات به خاطر از اینکه اونها اعلان بکنن چیز دیگه بوده. هنوانه در اینجا بحث جدی ایمی است که نبود اتاق نظارت، نبود همانگی با ناظرین، عدم پاسخگویی نهادها، این باعث شده که امروز سرک کابل، بغلان و شمال افغانستان مسدود شد. اما قسم مشکلات در طرف میدان وردک هم زیاد است، اونها هم عین پلان برنامه را دارن. اینان باج از این کی میکشن؟ مردم افغانستان متاسفانه. بنابراین در این قسمت ما جدا از کمیسیون شکایت میخواهیم که با این رفتار دوگانه‌تان نه پروسه را خدشه‌دار بسازین، نه به سرنوشت مردم بازی بکنین و نه هم شما مالکیت از این پروسه را در اختیار دارین. اگر شما مالک از این پروسه هستین پس برای رای‌دهی مردم ضرورت نیست، به کاندید و معترض و بازنده و برنده و شکایت و اعتراض هم ضرورت نیست. آنچه که به خوش خودتان است بیان جور کنین از لحاظ هر سیستمی که دارین، اگر مسئله سیاسی، اگر مسئله تناسب قومی، زر برای که دارین خودتان جور کنین، اعلام بکنین که ضرورت به مردم نیست که ما اینقدر تلاش بکنیم و زحمت بکشیم. اما نظارت هم میخوان که نظارت اگر اینها میخوان با این شکل سمبولیکش از ما استفاده بکنن، یعنی ما از این بازی تفلانک خسته شدیم. یعنی ما میخوان که اگر پروسه میخوان که از ما استفاده کنن به خاطر تامین شفافیت، به خاطر رسیدگی درست و عادلانه انتخابات، ما امرشان هم کار هستیم. اما نمیخوان که دیگه جز از مسخرگی انتخابات باشه. زنده باشین آقای ناجی. چطور میشه ما یک نظارت معنادار به منظور تامین شفافیت هرچی بیشتر انتخابات داشته باشیم؟ چون فردا اگر برخورد باز دوگانه باشه شما اعتراض میکنین، در جاده های کابل خیمه های تحسن برپا خواهد شد، اعتراضات گسترده خواهد بود و و از این دست. چه باید کرد که ما پیش از رسیدگی به ریزلت شیت ها اتاقای نظارت را ایجاد بکنیم و سایر میکانیزم های نظارتی استفاده بکنیم تا جلو اعتراضات که امروز در حوزه بغلان و سایر 3-4 حوزه دیگه قرار است شکل بگیره یا شکل گرفته، ایره جلوش بگیریم؟ خب ببینید، اگر واقع بینانه و قضاوت بکنیم، در واقع الان در کابل نمیشه برای هیچ کاندید اسم معترض و غیر معترض گذاشت. صورت ساده مسئله اینطوری است که فعلا کل کابل و انتخابات کابل در واقع در روز 28 یا 29 میزان است. چون لیست ابتدایی باطل شده، پس هیچ کاندید برنده و بازنده و معترض غیر معترض وجود نداره. پس معلوم نیست که در نتیجه از روش جدیدی که در پیش گرفته شده حتما مثلا کی برنده یا کی بازنده است. درست؟ آنچه که ما به عنوان یک شهروند و عنوان یک کاندید طرفدار از او هستم، همونطور که پیش از آقای رشید حتی در شروع صحبتم گفتم که ای کاش دقت در مورد ولایات دیگه مثل بغلان و قندوز اینا میشد. درست است؟ چرا نشد؟ یعنی اونا باید مثل کابل شوند، نه اینکه کابل مثل از وایلان شود. آقای رشید هم همین را اعتقاد دارن. درست است؟ اما ای که نشد اینا باید کمیسیون شکایت جواب بده. عرض ما ایست، ما اگر شکایت کردیم، اگر پای شکایت خود استاد شدیم، اگر اسناد تهیه کردیم، به دو دلیل بوده. یک، حق شهروندی ماست و قانون و سلسله مراتب قانون اینمی حق به ما داده. یک. دو، ما در مورد کسانی که به ما رای دادن و به هر کاندید دیگه رای دادن، در اون روزی که خطر انفجار بود، خطر انتحار بود، مردم دو روز ساعتها در صف استاد شدن، نام خود پیدا نکردن، با صد مشکل به ما رای دادن، ما دفاع از دانه دانه از او رای را حق خود می دانم. تأمین عدالت را وظیفه کمیسیون شکایت میدانم، چون در لحاظ ساختار حقوقی کمیسیون شکایت در واقع هیئت منصفه است، در واقع کارشان تأمین عدالت است. کار کمیسیون شکایت برگزاری انتخابات است، کمیسیون مستقل انتخابات، مستقل انتخابات ببخشین، و کار کمیسیون شکایت رسیدگی به اعتراضات و شکایات به اعتراض و تأمین عدالت است. مهمتر از همه عدالت تأمین شود، نتیجهش همه قبول خواهد کرد. و ای که شما گفتین که بر اساس چه معیاری کمیسیون شکایات این تصمیم را گرفته، خب در جریان هستید که بعد از اعلام نتایج ابتدایی
و حتی بعد از انتخابات هزاران شکایت مستند و غیر مستند در مواردی حتی بوده، اما هزاران شکایت مستند به کمیسیون شکایات رسید، درست؟ که همش هر شکایت مثلا ما خودیم که مستدل بوده برای کردیم، هر شکایت ما حداقل سه ورق زمیمه سند داشته که اینی ریزلت شیت روز اول، اینی از بازشماری، اینی نتیجه سایت شما، اینی هم واقعیت، اینی فلان، درست است؟ اونا بر اساس ازو باطل کردن. حالا من نمیفهمم که چقدر زمینه برای تامین عدالت در میدان وردک و بغلان و حوزه کوچی ها اینا وجود داره یا نداره، یک بحث. اما حداقل حوزه کابل رو که حالا شروع کردن، من شخصا به عنوان یک کاندید از هر اقدامی که شفافیت تامین بکنه، عدالت تامین بکنه، نهادهای ناظر رو قبول داشته باشن و پیش چشم مردم باشد، ما خیلی شخصا حمایت میکنم. ممنون آقای عبدالله. اینجا برخورد دوگانه نسبت به حوزه کابل و چهار حوزه دیگه، بغلان، کندز، میدان آوردک و کوچی ها، که یک حوزه در کنال 34 حوزه انتخاباتی، یک حوزه دیگه هم از کوچی هاست. گفته میشه که نتایج این چهار حوزه در یک روز رسید به انتخاب به کابل و در حالی که بررسی کابل ماها وقت گرفت. چرا نظام انتخاباتی افغانستان برخورد دوگانه با این چهار حوزه و حوزه کابل میکنه؟ خب کاش یکی از کسایی که در کمیسیون شکایات انتخاباتی مسئولیت داشتن اونا میبودن. تا جایی که شما میفهمی تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی به استثنای دو مورد که در اینجا صدق نمیکرد نهایی است. کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه دلیلی بر ازی که آیا تصمیم کمیسیون شکایات عادلانه است یا نیست نداشت که بگویه، و محکمترش این که نتایج ابتدایی را اونا تایید کرده دوباره روان کردن دیگه. تمام امو چلنجا و چالش هایی که یا خلق کرده میتانستن این را اونا بستن. ای که چرا اینقدر به سرعت کار کردن در یک روز نتایج چهار ولایت به شما میرسه یا بنده نصف روز به شما میرسه؟ بله خب شاید اونا قبلا مرور کردگی میبودن در لابلای دیگه اسناد، اما ما آمادگی که داشتیم. برای شما در چه وقت نتایج چهار ولایت رسید؟ خب ما اصلا ما حداقل 3-4 روز گرفت که ما نتایج قندار را تطبیق کردیم، تنها از حوزه قندار را، و ما منتظر نتیجه پکتیا بودیم. روزی که نتیجه پکتیا رسید تازه داشتیم بالا از او کار را شروع میکردیم که چه بکنیم، که 32 حوزه او باطل شده بود و تطبیق ازی هم یک عالم کار داشت و دلایل ابطال را ما باید میدیدیم که چرا ای باطل شده، و حداقل علم خودم میآوردیم که دینمی وقت نتایج 4 ولایت دیگه هم تایید شده رسید و ما جزی که او نمور. شما میگین این ولایت بررسی شد؟ من خبر ندارم که شده یا نشده. وقتی که قندار پیش ما بود به تعقیبش پکتیا رو روان کردن. پکتیا در چه وقت رسید برای شما؟ فکر میکنیم که 3-4 روز گرفت که قندار رسید. پس یک نتایج پکتیا 3-4 روز میگیره؟ نتایج از قندار 3-4 روز گرفت، از پکتیا تازه رسیده بود که به تعقیبش از 4 ولایت تایید شده رسید. اینال دیگه کمیسیون انتخابات فقط یک وظیفه داشت که اینا را تایید میکرد و اعلام میکرد و در سایت خودی را نشر میکرد. این ضرورت به تطبیق هم نداشت چون نتیجه بود که از همیج رفته بود دیگه. فلهازا ما هیچ گونه دخل، تصرف، ممنوعیت، هیچ چیز کرده نمیتونستیم مگر اینکه به سرعت این نتایج اعلان میکردیم. و چیز دیگه خدمتتون بگویم که کمیسیون مستقل انتخابات یک گوشه کار اجباری بالای ما تطبیقات حوزه های باقی مانده انتخابات ولسی جرگه سال قبل است که شما جز ارائهش دیگه کار نمیدونید، صلاحیت شما نیست. بر شکل این یک بخشی است که ما مجبور هستیم که یکی دو کمیشنر ما یا در تطبیق یا در بازنگری یا در تصویب در یک جای برای وقتی از جا کار کنه. برای ما هر ساعت ما مثل روز تیر میشه، مثل روز یا هفته ارزش داره. ما یک تقویم پیش روی داریم که بسیار یک تقویم زیق و تنگ است برای ما، که هر لحظه ما در غم دیگه هستیم که عبارت از عملی کردن همو زمانبندی انتخابات و پلانهای عملیاتی خود ما هستیم، که در اوج ما باید لوایح را تجدید بکنیم، طرز عمل‌ها را تجدید بکنیم، پلانها هر لحظه در حالت تغییر هستند.
ما اصلا مصروف کارهای دیگه هستیم که همزمان به این مشکل انتخابات ولسی جرگه سال قبلی در کنار عزیز، یعنی کار اصلی ما این نیست، این کار اصلی کمیسیون شکایات انتخابات از نیست کمیسیون انتخابات. ممنونتان. علت این همه عجله از نتایج تصمیم در مورد چهار حوزه، بغلان، کندز، میدان وردک و کوچی ها را در چی میبینین؟ در نصف روز به کمیسیون چهار حوزه میرسه در حالی که به کابل نو نگاه طور دیگری است. چرا چنین؟ متاسفانه که کمیسیون شکایات انتخاباتی در چهار حوزه، یعنی واقعا خود در یک وضعیت بسیار خراب قرار دادن و اینها پیش مردم فعلا مشکوک هستند کارشان. حداقل ذهنیت در مورد کمیسیون شکایات انتخاباتی فعلا در وضعیت نیست که تازه اینها کارش شروع کرده بودن. پیش ما کارشان زیر سوال است و جدا ما میخوایم که اینها برای مردم باید پاسخ بدن، چرا که اینها تشنج خلق میکنن. نظارت شما چی را نشان میده؟ گفتن که این کار صورت گرفته، قسمی است که خب نظارت شد در کندز، تفتیش صورت گرفت، یک هیئت مشترک از طرف کمیسیون قبلی جور شد. ما هم از متفتیش راضی بودیم، نهادهای دیگه هم راضی بودن، مکتوب ها هم ارسال شد، اما تطبیق نشد از طرف از کمیسیون. میدان وردک چیزی که ما پیدا کردیم، حداقل 44 مرکز باید باطل میشدن و این بین کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی من را گفتن که تبادله شده. 44 مرکز اینها باطل نکردن، رفتن به طرف امو اعلام نتایج ابتدایی. اگر 44 مرکز اینها باطل میکردن، یعنی تغییرات بسیار فاحش در قسمت آرای وردک می داشتیم. در کوچی ها امروز اینها تصمیم گرفتن یک چیز که در کدام ولایت رای کدام کاندید چقدر رایش باطل شود، کلش واضح است. اما چیزی که برای کمیسیون انتخابات خود خلاف از این سفرداروس تاریخش هم ذکر است، یعنی ما این برای مردم باید پاسخ بدن که این تصمیمتان شما به اساس چی کساندین؟ آیا فشار سیاسی سرتان بوده؟ آیا مسئله افتتاح پارلمان بوده یا گپ دیگه بوده؟ و چیزی که برای کمیسیون انتخابات، یعنی ما عبدالله صاحب خوب از حضور دارن، این است که در تطبیقات و وبسایت کمیسیون نوع دیگه از فساد است. تطبیقات به معنی مستقل انتخابات اینال این خوب است که مولانا صاحب جواب بدن. این است که مثلا در چیزی که از طرف کمیسیون شکایت روان میشه، بله، در تطبیقات امروز ما داخل مدیدم از مد مورد که هم یک ریزالت شیت ابتدایی یک مرکز محل در وبسایت اعلان شده برای کاندید، برای کل کاندیدا و موارای که برای کاندید بسیار اونجا هدف است بالا برده شده، اون مثلا در باز اینها تفتیش که انجام دادن، باز شماری انجام دادن، فرم دیگه برش ترتیب شده، او را هم باز عین محل او را حساب کردن. چی باید میشد که نشد؟ یعنی خب اگر برتون اعتبار امو روز انتخابات داشت، خب تنها باید اعلان میشد. وقتی تفتیش شد، تفتیش رو بادی و حس میشد. شما اردو را دارین، ببینید یک چیز به اساس معلوماتی که ما داریم، مثلا میال در پکتیکا یک کاندیدی است که کل آرا را داره، برنده از طرف کمیسیون شکایت تمام چیز که روان شده که در کدام جا باطل شده، در کدام جا اعتبار داده شده، او آدم برنده است، ولی فعلا او ناکام است. تشکر. ما میخوایم که در تطبیقات هم مشکلات را میگن آقای عبدالله، که شما مشکلات در تطبیقات دارین، یعنی تناقض دیده میشه در تطبیقات. چه مشکل است در تطبیق؟ ما فکر نکنم در تطبیقات، اگر به طور مثال وقتی که میدان وردک نتایج ابتدایی تایید میشوه، اصلا ضرورتی به تغییر و به تطبیق نیست. اینا میگن سند داریم در اختیار شما قرار بسند، قبل شاید بوده باشد، دست نخورده باشد که در یک محل و این رقم اشتباهات بسیار زیاد است. همین جعبه سیاهی رقم کرا و امردیفا آقای ناجیان ترتیب کرده و اینا یک کار خارق العاده است که از روی وبسایت کمیسیون را گرفته. مشکل شاید وجود داشته باشه، اما آنچه که ما بالا از اون نظارت کردیم، حاضر به این هستیم که ریزلشید شد در برابر مردم استاد شما پاسخ بگوییم و این جرات انشاءالله داریم، با مسئولیت کار کردیم و اگر کدام جایم که خلا هم شده باشه خدای نخواسته، حاضر به این هستیم که معذرت هم بخواییم اگر شده باشه، در غیر از او یا تصحیح بکنیم. ما آنچه که آمده نتایج ریزلشید توسط یکی دو کمیشنر و اون تیمی که تعیین میشوه از دارانشا که دو سه رئیس معمولا میباشه و با دوره های مختلف از چند جای اینا ایره میبینن با سیستم مطابقت میتن. حتی بعضی اوقات میشه که سیستم شباهت های دیگه از امو ریزلشیت های مغالطه شده و باطل شده بیرون میکنه، که ایتو شده که ما 20 چند ریزلشیت یا محل دیگه ایرام مورد بررسی خود ما قرار دادیم چرا چنین شده، ایتو رام شده که ریزلشیت خراب برآمده، پس به کمیسیون شکایات زنگ زدیم که بیا برادر یک دو تای دیگه میده کمیس. چطور باید کرد که این مغالطات اشتباه میز یا غیر اشتباه میز یا عمدی و غیر عمدی را آقای رشید گفت که نظارت برای ما قناعت بخش نیست. تفاوت حضور ناظرین یا مشاهدین از یا در صحنه با من کمیشتری است که ما فقط در پالوی دو کب در بین دو کمیشتر کمیسیون شکایات ششمی در نیم متر پیش سر ما،
جای را که اونا میبینن با همین چشم غیر مسئله من میبینم و میبینن که چی جریان داره. این از این که بیشتر و بالای سرم چند کامره امنیتی. یک کار دیگر که من پیشنهاد کردم دوستان موافقه نکردن، من خواستم که یک دو تلویزیون بیا لایف امیر نشان بده که همیج بالای آرای مردم 20% رای دهندگان یا نفوس افغانستان شهر حوزه انتخاباتی کابل است. این متاسفانه موافقه نشد. به استثنای خب تلویزیون هم حاضر نیست که بیان 12 ساعت یک جریانی را که برای خود ما خسته کن است و بیننده خود که تیز و مصروف سازن، حداقل یک شات یک چیزی میگرفتن و مردم میدید که این مکان چی است چگونه است. مگر در غیر از او آنچه که مد سه روز انجام میتم از لحاظ همکاری با کمیسیون شکایت انتخاباتی حداقل راضی هستم و باید همکارای آقای رشید و دیگر نهادها هم از او راضی باشند. چرا از این که بالاتر دیگر نظارت شفافیت نمیشه. ممنون. انتظار شما در راستای تامین عدالت انتخابات کابل که از حوزه کابل هستین و رسیدگی مجدد چیست؟ خب ببینین، یک عالم خرابی شده در زمان کمیشنرهای سابق. یک تعداد آدم ها آمده میراثدار یک چیز بسیار پیچیده در هم بر هم و معذرت میخواییم چتل و بسیار چیز شده که پیدا کردن از او البته که ناممکن نیست، سخت هم نیست، ولی بسیار زمانگیر و حوصله بر است. کاری که ما به سهم خود میتونستیم بکنیم، امود که پیشتر آقای عبدالله هم گفتن، ما بسیار روشمند هزاران سند دادیم که ببینین اینی کارا شده. بر اساس همون تصمیم ابطال گرفته شد. حالی حداقل هم کمیشنرها و در کمیسیون شکایات متوجه شدن و هم کاندیدایی که دفعه پیش پول خرج کردن در زیر انگل متوجه شدن که شما خود از زیر انگل پول خرج نکردید. ما که خرج میکردیم و در لست چیز میبودیم، یکی و دوم مهمارهایی را که داشتیم و معترض بودیم. حداقل ببینین متوجه شدن که نه رای دهنده نه کاندید، درست؟ تشکر. در افغانستان دیگه او کاندید و رای دهنده نیست که شما یک سیستم اگر دوت کنید بازو یه چیز نفهم. ممنونتان. افغانستان امروز متفاوت است و وجود تأمین عدالت به چیز دیگه مردم تن نمید. لند تاسیم. فقط برای مولانا سبون که از کار اخیری که شده ما راضی هستیم، از ناظرینمون راضی هستیم، نظرت میتن و خوب است. اما چیزی که مهم از این است که مثلا میدان وردک ما نظارت کردیم، مکتوبی برشان گفتیم از کار از کندوز برتان میگم، مکتوبی برای کمیسیون شکایت نشتم کردیم که ما راضی هستیم، کل کار کسا گرفت تفتیش بازرسی درست است. اما وقتی که نایده گرفتم میشه به این مناس که نظارت ما بیماناز دیگه، ما برای مردم چی پاسخ بودیم؟ برای کندوز برای مردم که وجود داشتن مازار که چی مانا چی پاسخ بودیم؟ آقایان مولانا عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، داوود ناجی نامزد معترض و یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، تشکر از همراهی شما. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.